این جلسه به شما دفنیشن ها یا ترمینولوژی های حوزه امنیت رو میگیم. یعنی ما منظورمون از هر کلمه چیست، برای اینکه بعدا وقتی داریم درس میدیم، وقتی یه تکنیکال ترمین رو به دست بهتون میگیم، هیچ در واقع اوجاجی یا تفاوت درکی درش نداشته باشیم. ما سه تا سرویس پایه امنیتی داریم. این فاندامنتاله. هر جا برید از این بعد در مورد امنیت بخوان صحبت کنن، میبینید که اگر آدم های باسوادی باشن، که نسسرلی همیشه اینطوری نیست، میگن ما باید کانفیدنشیالیتی، اینتگریتی و اویلیبیلیتی رو تامین کنیم. کانفیدنشیالیتی به معنی محرمانه. حالا اینا دونه دونه همشون رو دیفاین میکنیم، به معنی محرمانگیه. حالا کلمه فارسیشو بگیم. اینتگریتی به معنی دست نخوردگی، گاهی اوقات بهش صحت هم میگن. اویلیبیلیتی یعنی در دسترس بودن، که خب همتون احتمالاً هم میدونید. ما سه تا سرویس غیر پایه هم داریم، اینا ادیشنال سرویس، گاهی اوقات اونها هم ذکر میشن. غیر از حالا مسئله اویلیبیلیتی که یه جورایی قائم به ذاته، خیلی شاید ربطی نداشته باشه، ولی اکثرا این ستای دیگر رو میتونیم با اون دوتای اول درست بکنیم. یعنی درس که جلو میریم میبینیم، به خصوص بخش کریپتوگرافی رو که میگیم، اون پریمیتیو های کریپتوگرافی که درست میکنیم، مثل انکریپشن سیمتریک، ایسیمتریک، دیجیتال سیگنچر، هش، با اونا میتونیم غیر از اینکه این سرویس های پایه رو درست میکنیم، این 4 5 6 یعنی اتنتیسیتی احراز هویت، گاهی اوقات میگن احراز اصالت، و اتوریزیشن یا دسترس، اجازه دسترسی، مجوز دسترسی دادن، که با مفهوم اکسس کنترل که شما بیشتر باش آشنا هستید مستقیما در رابطه هست، و همچنین عدم انکار، نان رپیودییشن رو بسازیم. خب اون سطح اول گاهی اوقات به اختصار CIA هم میگن، که با مسما بشه ذهنا بمونه. کانفیدنشیالیتی یعنی مخفی نگه داشتن یا سری نگه داشتن اطلاعات از دید کسایی که نباید اون رو بدونن. تو دنیای واقعی ابزاراش متفاوته. مثلا ما میریم میذاریمش اسناد محرمانه تو گاوصندوق، برای اینکه کسی بهش دسترسی پیدا نکنه، اون کسایی که نباید ندونه. بعد حالا مثلا کلیدش هم میدین دست افراد امینی که مجازن دسترسی پیدا کنن، که البته یعنی که به شما گفتم یه خورده با مبحث اکسس کنترل اختلاط پیدا کرد، ولی برای تامین کانفیدنشیالیتی تو دنیای واقعی همچین کارهایی میکنیم. تو دنیای کریپتو، تو دنیای دیجیتال، معمولا از رمزنگاری برای این کار استفاده میکنیم. اینتگریتی یا دست نخوردگی یعنی اطمینان حاصل کردن از این که این اطلاعاتی که به دست ما رسیده دستکاری نشده. یعنی تو میانه راه، چون دنیا دیجیتال داریم در مورد کانتکست اینترنت فکر کنیم، یه دونه پکتی به دست ما میرسه، یه ایمیلی به دست ما میرسه، یه مسیجی به دست ما میرسه، یه فایلی رو دانلود میکنیم، هرچی، ما میخواییم مطمئن بشیم که این توی میانه راه تغییر نکرده، کسی بهش دست نزده. الان یه درسته حالا کارتونیه، ولی یه واقعیت جالبی رو نشون میده، تفاوت بین ساینتیست ها و پالیتیشن ها. آنها اینفورمیشن واقعی رو میدن و بعد با اضافه کردن یه چیزی دستکاری، اینا پالیتیشن ها تبدیلش میکنن میس اینفورمیشن. باید نکته رو توجه کنی که سرویس اینتگریتی با کانفیدنشیالیتی فرق میکنه. شما ممکنه داداتون رو رمز کنید و در این حال قابل دستکاری هنوز باشه. خیلی ساده، مثلا شما یه پکتی رو انکریپت میکنید، ولی جلوی این که تو راه یه بیتش رو فلیپ بکنه یه نفر نمیگیره که، و بعد این وقتی دیکریپت میشه، مثلا فرض کنید یه نامبر بوده توی فاینانشال ترانزکشن، تبدیل به یه نامبر دیگه میشه موقع دیکریپشن، ما که نمیفهمیم.
این هم به من، این هم داستان اینتگریتی. تو بعضی از کانتکست ها کانفیدنشیالیتی خیلی مهمه، مثلا یه چیز تاپ سیکرته، مثلا بلوپرینت نقشه مثلا یه پروداکت جدید اپل، آیفون چه میدونم 12 همین 11ش بود بیاد. نه بعضی موقع اینتگریتی مهمه، مثلا توی تراکنش های بانکی لازم نیستش که کانفیدنشیال بماند، مهم اینه که کسی نتونه تغییرشون بده، دستکاریشون بکنه، برای همه بفهمن از این بانک داره یه تراکنش پایا میره به اون یکی بانک، کاملا هم قابل خواندن باشه متن تراکنش، ولی اگه کسی بهش دست بزنه باعث ما متوجه بشه. الان شما میرید یه فایل رو دانلود میکنید، کسی میتونه بگه مثلا مکانیزمی که تقریبا برای برآورده کردن، درست نیست نسسریلی، ولی برآورده کردن این سرویس انجام میدن، این پرکتیس چیه توی مثلا پروگرامرها خیلی پاپولار، MD5 رو میذارن که شما دانلود میکنید، خودتون هاشو بگیرید ببینید با اون چیزی که نوشته اونجا یکی هست یا نه. اگر وبسایت HTTPS باشه میتونید ریلای کنید، وگرنه رو اونم نمیتونید. اویلیبیلیتی در دسترس بودنه، از اون دوتای دیگه نمیشه اینو به دست آورد. این معمولا یه چیزیه که از جنس خیلی اینفورمال بگم، کپاسیتی، ریدندنسی اضافه کردن و ایناست. دیدین وبسایت هایی میرین 404 میگیرین، یا بعضی موقع وبسایت ارورای سری 500 رو میده، در هر صورت بالا نمیاد. حالا یه بندویث بنده کافی نداره مثل زمان سازمان سنجش که همه میرن نتیجه رو چک کنن، یا اینکه خودش داونه، یا یه کسی که این به سرویس اون ریلای میکنه اون داونه، این نمیتونه سرویس پروواید کنه، چون الان دیگه وبسایت ها خیلی استندالون نیستن، بعضا میرن فونتش از یکی دیگه میگیرن، مثلا گوگل فونتشون رو میگیرن و غیره. اغلب هم توی دنیای دیجیتال اینا با یک مثلا عددی نشون میدن، مثلا آپ تایم 99.9 آپ تایم، مثلا میرید سرویس هاستینگ بخرید یا وی پی اس، نگاه میکنید میبینید که این زده مثلا 3.92 دلار در ماه، 99.99% آپ تایم که معمولا همیشه خاچاخانه. بعد یکی حالا همون عدد 99.96 شما میان نگاه میکنید که این با 3 دلار در ماه 100% آپ تایم که بازم چاخانه، بهترین نسبت آپ تایم به پرایس داره که البته خب دیلی زیادی نسبتا داره، نسبت انتخابش میکنید برای خرید. اوتنتیکیشن یا اوتنتیسیتی، حالا اوتنتیکیشن بیشتر به کار میره، یعنی احراز اصالت یا هویت. یعنی چی؟ اطمینان پیدا کرد از اینکه شخص همونی است که ادعا میکنه. حالا این کارتون به شکل شاید فانش نشون میده این داستان رو. تو دنیای اینترنت و دیجیتال یعنی چی؟ یعنی شما یک ایمیلی به دستتون میرسه، یه پکتی به دستتون میرسه، حالا هر چیزی توش نوشته شده فرام فلانی، و شما بتونید واقعا به طور یقین با حال مکانیزمی که نشون میدیم میشه این کار کرد، بتونید قسم بخورید واقعا از طریق این آدم، از طرف این آدم اومده، اگر بتونید این رو تضمین کنید و وریفای کنید که اون چیزی که به دستتون رسیده واقعا از طرف همونی که توی اون فرامش نوشته شده اومده، یعنی شما اتنتیکیشن سورس رو حداقل انجام دادید، یعنی کسی که ارسال کرده رو اتنتیکیت کرد. در این حالت کسی نمیتونه پریتند کنه که کسی دیگه است. چرا ما اسپم داریم؟ اسپم مثلا یه ایمیله که میگه لاتاری برنده شدی از طرف گوگل، نمیدونم تو گوگل اصلا لاتاری برگزار نمیکنه، یا شما چه میدونم 1,000,000 دلار توی حساب نمیدونم چی آفریقا بهتون دادن برید فقط 100 دلار بدین ریلیز بشه، اینا از طرف دانشگاه تهران مثلا ایمیل زدن ببین پسورداتون رو عوض کنین، نمیدونم چی شده که این ترم گذشته هم اتفاق افتاد.
چرا همچین چیزی اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون ایمیل فرامش مثلا از واقعا نگاه میکنی اونی به نظر از دومین گوگل اومده یا از طرف یه ادمین سایت دانشگاه تهران اومده. چون آتنتیکیت نمی کنیم و نمیتونیم قسم بخوریم این توی فرامش که نوشته این واقعا از طرف این آدم ارسال شده، یه گرگی تونسته خودش رو جای میش غالب کنه و ما رو به اشتباه بندازه. اینه که ما هر از گاهی از طریق اسپم ها به خاطر نقص آتنتیکیشن صدمه میبینیم. آتوریزیشن یعنی اجازه دسترسی دادن. حالا این میتونه داده باشه یا سرویس. اغلب شما با مفهوم اکسس کنترل آشنایید. تو او اس ها که کار میکنید مثلا میشه یه فولدر پرمیشنش رو فقط به یه یوزر داد یا به ایوریبادی داد یا مثلا فقط به ادمین داد. تو دنیای دیجیتال این تیپی میشه انجام داد. تو دنیای واقعی ابزار اکسس کنترل معمولا همین قفل و کلیده. مثلا روی در ما یک کلید بذاریم و قفلش کنیم و بدین دست افراد مجاز، فقط مجوز دسترسی به یه سری افراد خاص دادیم. حالا اکسس کنترل میتونه پرمیسیو باشه، میتونه انفورسینگ باشه که ما نمونهشون اونایی که اس ای لینوکس کار کردن احتمالاً میشناسن. ما میتونیم انفورس کنیم با همون قفل گذاشتن رو کلید، میتونیم هم فقط حالت وارنینگ و پرمیسیو باشه، مثل همین درایی که نوشته ورود افراد متفرق ممنوع یا authorized personnel only. و خب اگه افراد باشعور باشن منطقا رعایت میکنه. عدم انکار یعنی اینکه شما نتوانید چیزی که انجام دادید یا گفتید رو تو فضا دیجیتال بعدا زیرش بزنید. تو دنیای واقعی میایم زیر یه سندی رو امضا میکنیم برای اینکه مثلا فرض کنید یه معامله انجام میدیم، زیرش امضا میکنیم برای اینکه بعدا این جلوگیری کنیم از اینکه بشه انکار کرد، یه طرف مقابل بشه اطمینان بدیم که من دیگه نمیتونم اینو آندو کنم، با زدن این سیگنچر دارم این حق رو از خودم میگیرم. خب توی دنیای واقعی ما یه امضا داریم، همش زیر همه سندامون همونو میزنیم دیگه، فرما سند هرچی. نمیشه تو دنیای دیجیتال اینو واقعا انجام داد، چون دیجیتال خیلی راحت کپی میشه و اگر یه نسخه از یه چیزی که ما ساین کردیم دست هر کسی بیفته اونو میتونن میذارن زیر هر سندی که دلشون میخواد، بگن این ساین کرده و این همون واقعا اون سرویس عدم انکار رو نمیده. پس میتونیم حدس بزنیم که امضای دیجیتالی برای هر سندی متفاوت خواهد بود. حالا که چجوری ما اینو ایمپلیمنت میکنیم جلوتر تو درس میبینیم. تا اینجا که سوال نیست. کنار این مفاهیم در واقع سرویس های امنیتی، ما یه سری استاندارد های امنیتی هم داریم، به هم رب دارن ولی اینجوری نیست که اینا جدا تصور کنید. چند تا نمونه از استانداردهای امنیتی رو فقط اینجا میگیم، دو تاشو به طور خاص. یکی فدرال اینفورمیشن پروسسینگ 199 یا فیپسی 199 که میاد از ماسه NIST National for Standardization میاد برای اون سه تا سرویس اصلی امنیتی CIA، Confidentiality, Integrity, Availability سه تا سطح ایمپکت ناشی از نفوذ رو تعریف میکنه. تصور بکنید که یه سازمان یه چیزی دارین و خب هر سازمانی ممکنه هک بشه دیگه و یا بهش حمله سایبری بشه، بسته به اینکه چه ایمپکتش چه باشد. اینا اومدن سه تا سطح تعریف کردن که شما کاتگورایز کنید که او این اتفاقی که افتاد مثلا تو سطح میدیوم بود یا لو بود یا های. لو ایمپکت، حالا این به چه درد میخوره جلوتر بهتون میگیم ها. لو ایمپکت یعنی سازمان متاثر میشه ولی هنوز میتونه به کار خودش ادامه بده. مثلا فرض کنید که کپاسیتیش 50% افت میکنه، اون confidentiality, integrity یا availability که اغلب مثلا تو مورد
داسای سباک اویلیبیلیتی که صدر میبینه یه مقداری کاهش پیدا میکنه. ممکنه جنسش چون محدود فقط به مسئله دیجیتال نمیشه، ممکنه باعث ضرر مالی محدود هم بشه یا بعضی از اسست های سازمانتون افکت بشن و صدمه افراد، ولی به صورت محدود صورت بگیره. کلا ضرر و زیان ناشی از این سطح حمله یا نفوذ محدوده. این سطح لوه. میدیوم صدمه جدیه. مثلا فرض کنید که 95% از یا 90% کپاسیتیتون رو از بین میبره، باعث صدمه به افراد بسیار جدی ممکنه بشه، ممکنه خسارت هنگفت نگیم جدی مالی به بار بیاره یا استاتون رو بعضا از بین ببره کلا. همچنان سازمان به وظایفش عمل میکنه، ولی مثلا با 5% یا 10% کپاسیتیش. توی های کلا یه چیز ایریورسیبل رخ میده دیگه، غیر قابل جبرانه. کلا سازمان یا حالا اون سایت یا هر چیزی سرویس دان میشه و خسارت چشمگیر و هنگفت است و استا ممکنه کلا از بین برن. صدمه به افراد مثل مرگ و جراحت عمده باشه، یا اون مثلا اتفاقی که تو استاکس نگه افتاد از جنس های ایمپکت خواهد بود دیگه، طبق کاتگوریزیشنی که کردیم، چون باعث از بین رفتن وسیع استا شده. حالا اینا که گفتیم به چه درد میخوره؟ ما یه چیزی داریم به مفهوم ریسک. تو مرشد اینا نیومریکالی بررسی میکنیم، ولی خیلی خلاصه بهتون بگم ریسک در ساده ترین حالتش حاصل ضرب احتمال وقوع حمله است در ایمپکتی که به بار میاره، یعنی صدمه ای که به بار میاره. ما اگر احتمال نفوذمون بالا باشه، مثلا فرض کن اینجا باشه، و اگر نفوذ رخ بده اثری که به جا میذارم خیلی های باشه، شما ریسک کریتیکال داری تو سازمانتون. پس باید سریع برین یه خاکی به سرتون بکنین دیگه. اگر که نه، شما احتمال نفوذتون کمه و ایمپکتش هم کمه، شما لول ریسکتون پایین یا صفره. ممکنه تو حالت اوریج باشه، بستگی داره که احتمال خیلی بالا باشه ایمپکت مثلا در چه سطحی باشه. این استادی توی سازمان کمک میکنه که شما پرایوریتایز کنید که الان بایستی برید چیکار بکنید. مثلا فرض کنید شما یه میل سروری دارید ولی پروتکشن نداره، خب، و هر کسی میتونه بیاد هکش بکنه و دارید از اون میل سرور استفاده میکنید برای کارهای چه میدونم اداری داخلیتون، چون سیستم اتوماسیون ندارید فرض کنید. و خیلی از سازمان ها میتونی بعضن هم از جیمیل استفاده میکنن برای اینکه دیگه حال ندارن. اتفاقی که میفته اینه که شما یه سیستم والنربل دارین که هر لحظه ممکنه هک بشه و بعد توش هم اطلاعات بسیار مهم کانفیدنشیال دارین. پس اگر احتمال حمله بالاست و ایمپکتی هم که بار میاد، یعنی تمام دار و ندارتون رو میتونن بفهمن و لو میره. اگر توی کانتکست مثلا دولتی فرض کنید، میفهمید که چقدر ممکنه دولت بیگانه علاقمند باشه که این کار بکنه و حتما هم این کار میکنه اگه شما همچین سوراخی رو باز بذارید. پس شما کریتیکال ریسک دارید. اولین کار که میکنید میرید میل سیورتون رو پروتکت میکنید. حالا نمیدونم با چه روشی میل سیورتون رو عوض میکنید. اگه پچ نشده به خاطر اونه که والنربل، میرید آپگریدش میکنید به لیتست ورژن که اون سوراخ امنیتیش برطرف بشه. یا نه، اگر نیازمند اینی که شما یه عدانی روش نصب کنید که اسپم چکینگ بکنه، اونو بعد اضافه بکنید. ما استانداردهای دیگه هم داریم. این فیپس 199 بود و کاربردش توی ریسک اسسمنت. عموماً اونایی که پنتستینگ انجام میدن ریزالت تکنیکالشون رو در اختیار کسایی که ریسک اسسمنت انجام میدن میذارن و اونا میگن که ببین ما این سرویس ها رو پیدا کردیم و این سوراخ ها باگای امنیتی داشت و اونها میرن asset value پیدا میکنن، میرن این چقدر ارزش داشته و بعد در کانتکست ریسک آنالیسیسشون استفاده میکنن که اگر حالا این نفوذ رخ داد چه ایمپکتی به بار میاد.
ایزو X800 یه معماری امنیتی رو برای مدل او اس آی که همه میشناسیم و هیچ وقت استفاده نشد معرفی میکنه. او اس آی هم که همتون میدونین دیگه. هنوزم جالبه که به عنوان معماری مرجع استفاده میشه ولی هیچ وقت ایمپلمنت نشد. اون چیزی که واقعا استفاده میشه TCP/IP است دیگه. و تازه TCP/IP هم منطبق بر او اس آی نیستش. به زور چپوندن. معماری TCP/IP 4 لایه ای است. بعد با تسامح بهش میگن 5 لایه ای برای اینکه لایه های پایینش رو یه خورده شبیه او اس آی بکنن. وگرنه اون لایه پایینش نتورک اکسسه. در واقع مرج شده میتونیم بگیم دو تا لایه او اس آی. ایزو ایکس 800 میاد برای او اس آی معماری امنیتی میده. میاد میگه که شما برای تامین امنیت توی هر لایه باید چی کار بکنید. همونطور که یادتون میاد او اس آی یه چیز هفت لایه داشت. تنها چیزی از سکیوریتی که اون موقع توش میدیدین این بود که تو لایه پرزنتیشن که هیچ وقت ما ندیدیمش یه چیزی به نام دیتا ریپرزنتیشن و انکریپشن داشتیم. منتها داستان امنیت خیلی پیچیده تر از حال ببینید تو درس یواش یواش میبینید که خیلی پیچیده تر از این حرف هست که شما بتونید با یه انکریپشن ساده اونم تو لایه پرزنتیشن حلش کنید و از اون بالا تا این پایین تو همه لایه ها امنیت رو میبینیم. یعنی تو لایه اپلیکیشن ما مثلا سیکیور میل رو میبینیم یا اسمایل میخواهیم دید. تو لایه پرزنتیشن که نداریم حالا مدل TCP/IP بگیم ترانسپورت لایر ما SSL و TLS رو خواهیم دید. تو نتورک لایر ما IPsec رو خواهیم دید و یه سری VPN های دیگر رو. و تو لایه دیتا لینک معمولا پیر تو پیر انکریپشن انجام میشه که معروف ترینش اون قسمت وایرلس انکریپشنه که ما توی وب و WPA و WPA2 WPA3 بهتون میگیم. تو فیزیکال لایر احتمالاً شما چون کامپیوتری هستین هیچ وقت درس مخابراتی چیز نمی‌کنین. اونجا هم ما سکیوریتی داریم که بیشتر تو جنگ الکترونیک و این موشکایی که میان میگن که این در مقابل جنگ الکترونیک مقاوم و اینا. چند تا راه داره که اینجا اسپرد اسپکتروم کامیونیکیشن مشهورترین سولوشنیه که استفاده میشه. دو تا راه ساده است که یکی شاید درکی سخت باشه. این که ما دادمونو در یک کدی ضرب میکنیم. کد با یه چیپ ریت بالاست که باعث میشه که سیگنالمون که خیلی مثلا توی باند کوچیکی پخش بشه توی باند خیلی بزرگی و دیگه دشمن نمیتونه مثلا یه جاشو بزنه سیگنال از بین بره بعد کلشو بزنه که خیلی سخته. و یا اینکه فرکانسی هاپینگ استفاده میکنه. این خیلی درکش ساده است. میگن که من فرستنده و اون درون گیرنده مال خودم ساختمش دیگه. اول سینک میکنیم یک کدی رو یه سیدی رو با هم دیگه ست میکنیم. بعد اون سیده همجوری یه رندوم نمبر جنریت میکنه. مثلا یه عددی بین چه میدونم یک تا هزار میده و بعد من هر عددی که تو هر مثلا یک میلی ثانیه هم عدد این کانتر میره جلو یه دونه عدد جدید رندوم تولید میشه. ما میدونیم که این عدد بعدی چه خواهد بود هر یک میلی ثانیه. میایم تو این هزار تا باند فرکانسی میبریم اون لحظه اونجا گوش میکنیم که این سیده به ما میگه. برای همینی که از دید دشمن اون نمیدونه که الان کامیونیکیشن داره تو کدوم باند واقعا صورت میگیره. چون هر یه میلی ثانیه ما جامون عوض میکنه. اگه بخواد بزنه خیلی کار سختیه. اینم بحث فرکانسی هاپینگ که سکیوریتی توی لایه فیزیکاله بیشتر. ما با این قسمت اصلا کار نداریم تو درس. چون شما اکثرا کامپیوتری هستین. آیتی کامپیوتر سخت افزار نرم افزار. خب X800 میاد یه سری تعریف های امنیتی میده و برای اون لایه ها نسخه میپیچه. مهمترین چیزی که ما از توش لازم داریم در بیاریم از استاندارد این دفنیشن هاست که گفتیم میخواییم با هم یکی کنیم. چیزی به اسم vulnerability, threat, attack, حالا incident و اینا هم داریم. Vulnerability به زبان فارسی آسیب پذیری راهیه که از طریق اون ممکنه شما بهتون حمله بشه. خب مثلا یه ویندوز کرک شده، یه نرم افزار پچ نشده که سوراخ امنیتی داره، یه دری که باز گذاشته شده، دری که روش کلید نذاشتین، حالا مستاق چیز
ترت یه خورده تریکیه. بگیم احتمال بالقوه حمله شدن، اینی که میگم بالقوه به خاطر اینکه بذارید اینطوری تو این کانتکست بهتون بگم، شما یه دونه سرویسی دارین، این یه سوراخ امنیتی داره یا آسیب پذیری داره. خب مادامی که اتکری وجود نداشته باشه تو دنیا خارج که از این بتواند استفاده کند، شما تهدید نمیشید. به محض اینکه همچین اتکری وجود داشته باشه، مثلا فرض کنید والنربلیتی سیستم شما هست، اکسپلویتش وجود نداره، خب هیچ کسی نمیتونه استفاده کنه. اکسپلویتش که دیولپ شد توی اینترنت پخش شد، شما بالقوه دارین تهدید میشه. هر لحظه ممکنه یکی اکسپلویت برداره بزنه به شما. هنوز بالفعل نشده ولی شما تهدید دارید میشید. به محض اینکه این چیز بالقوه به بالفعل تبدیل شد، دیگه اسمش رو نمیگیم ترد، میگیم اتک. چون واقعا یه نفر ورزش زده. دیگه این به حالت فعل در اومده و بهش میگیم اتک. دو تا کانسپت دیگه هم بهتون بگم. ما یه چیز داریم به نام ایونت، یه دیدم اینسیدنت. ایونت هر رویدادی که حالا معمولی یا غیر معمولی، مثلا فرض کنید که فلان یوزر لاگین کرد، یوزرم ولید بوده، یا فلان سرویس وصل شد به فلان ریموت فلان جا، یه چیزی رو برداشت، اینا ایونت هن. اینسیدنت وقتی که یک سیکیوریتی وایلیشن یه چیزی شبیه اون رخ میده، اون وقت اون ایونت اسمش میشه اینسیدنت. یعنی اون ایونتی که اونو داره ریپورت میکنه اسمش اینسیدنت. سرویس های امنیتی دیگه ای که توی X800 تعریف کرده همینه که شما اکثرش رو دیدین، آتنتیکیشن بوده، دفینیشنش رو اینجا گفته، اکسس کنترل بوده. اتفاقا دفینیشن X800 خیلی نزدیک تر به اون چیزی که ما گفتیم، اطمینان از این که کامیونیکیتینگ انتیتی، یعنی کسی که داریم باش مکالمه حالا دیجیتال میکنیم، همونیه که کلیم میکنه، ادعا میکنه. اکسس کنترل رو داریم، دیتا کانفیدنشیالیتی داریم، دیتا انتگریتی رو داریم، نان رپیدیشن رو داریم تو این استاندارد، ولی اویلیبیلیتی رو نداریم. اگه اتونم باشه گفتیم که جنسش هم فرق میکنه، یعنی اصلا جنس اونای دیگه نیست، از جنس مثلا ریدندنسی و کپاسیتی و ایناست، ولی متاسفانه یعنی تو مدل او اس آی نمیشد جایی بچپونیمش. توی گلاسریش چیزی آورده ولی هیچ تعریفی از اویلیبیلیتی توی استاندارد X800 متاسفانه وجود نداره. این یه موردی که شما بدونید استانداردها هم ممکنه کامل نباشن و یا وحی منزل نباشن. ما یه سری مکانیزم‌های تامین امنیت خاص لایه‌ای داریم، یعنی میان تو لایه‌های مختلف این کار انجام میدن. مثلا یادتونه توی پریزنتیشن لاین نوشته بود انکریپشن، حالا اون که چرت و پرت بود، یعنی از زمانی که OSI طراحی کردن گفتن اونجاست. ما انکریپشن تو همه لایه‌ها خواهیم دید میزنیم، تو اپلیکیشن لایر میزنیم، توی ترانسپورت لایر میزنیم، توی نتورک لایر میزنیم، توی دیتا لینک لایر میزنیم. دیجیتال سیگنچر یا امضای دیجیتال هم میتونیم تو هر لایه استفاده کنیم به وفور. شاید توی بحث ایمیل سکیوریتی، توی به اسم حالا دیجیتال سیگنچر، اگه مسیج اوتنتیکیشن کد توی SSL و TLS میبینیم و لایه های دیگه هم داریم و غیره و غیره. اینا توی هر لایه میتونن اضافه بشن و سکیوریتی رو تو اون لایه تامین کنن. بعضی هم داریم که خاص یه لایه نیستن بلکه فراگیرن، یعنی تو همه لایه ها حضور دارن، یه ربطی به لایه نسسرلی نداره، یه مکانیزم سوای اون OSI مدل باید فرضش کنید. مثل چی؟ مثل تراست منیجمنت یا لیبل زدن لیبل سکیوریتی زدن روی استاتون یا فایلاتون. مکانیزم شاید اونی که بیشتر از همه میک سنس میکنه، یواش یواش جلوتر میفهمید منظور ما اینا چیه. اینی که براتون شاید بیشتر از همه میک سنس کنه، بکاپ گرفتنه. خب بکاپ گرفتن یک مکانیزمیه برای محدود کردن
حملات و اثرشون، ولی واقعا نمیتونم بذارمش توی لایه خاصی، یعنی ربطی به OSI نداره. برخورد میگیرم که دادم و ترکید بذارم سر جاش. یا لاگ گرفتن، هر اتفاقی که میفته شما لاگاشو نگه میدارید که بعداً تو فورنزیکس یا جرم شناسی بهش میگن، جرم یابی چی بهش میگن، استفاده کنید. یه سری استانداردهای دیگه هم داریم، مثلا سری 27000 یا RFC 2828 که گلاسری در واقع ترمای امنیتی رو میگه. دیگه ما ادامه نمیدیم بحث استاندارد رو، کسی اگه علاقه من بود به این حوزه میتونه بیشتر فالو کنه، کانتکست هم توش کم نداریم، یعنی تکست های خب برسیم به بخشی خود علمی تر ها. حملات رو دستمندی های مختلفی کردن، یه سری میگن حملات اینسایدر، آوتسایدر، یعنی کسایی که داخل شبکه بودن حمله کردن یا بیرون شبکه حمله کردن، خودی بوده یا ناخودی، بعضی هم میگن پسیو اکتیو، بعضی چیزای دیگه هم میگن. این تاکسونومی که الان میبینین مال اون دامیننت هست که میگه حملات رو به دسته پسیو و اکتیو تقسیم میکنیم. پسیو از جنس بیشتر شنودن، هر دو تاشون نگاه کنین، طرف مثلا ریلیس آف مسیج کانتنت منظورش اینه که پکیت رو میگیره زور میزنه دکریپتش کنه، رمزگشاییش کنه فرض کنید، یا اینکه نمیتونه دکریپت کنه، حداقل از رو فلوی ترافیک میخواد بفهمه که یه چیزی رو بفهمه مثلا طرف کجاست. چون اگه مثلا ما موبایل باشیم توی ماشین نشستید دارید با گوشیتون اینترنت چک میکنید یا چه میدونم با موبایلتون صحبت میکنید، خب تا چه میدونم 5 دقیقه نگاه میکنه طرف، اگه از بالا به قضیه نگاه کنه یه جای نشسته باشه که فلوی ترافیک رو ببینه، نگاه میکنه یه ترافیک داره از این بیس استیشن به شما یا این آنتن دکل به شما ارسال میشه، بعد مثلا 5 دقیقه دیگه میبینه از این دکل داره به شما ارسال میشه، 5 دقیقه بعدش میبینه از این دکل داره ارسال میشه، خب میفهمه شما دارین رانندگی با این سرعت که دارین رانندگی میکنین توی این اتوبان دیگه، چقدر سخت فهمیدن. نه میخواد پکتی رو دیکریپت کنه نه چی، فقط فلوی ترافیک، حتی اگه همه پکت ها دیکریپت شده باشه این اطلاعاتو لو میده. پس این اون ترافیک انالیسیسی که گفتیم. اکتیو ترت توش داستان فرق میکنه، اتکر به صورت فعال وارد اجرای پروتکل میشه یا خرابکاری به بار میاره، این دیگه اونجوری نیست که ندیده نشه فقط شنود کنه یه کاری انجام بده. مثلا فرض کنید یه پکتی رو که داره رد میشه میگیره و بعد پس فرده دوباره ریپلیش میکنه، دوباره همون ارسال میکنه، یه فیلی رو انجام میده قابل دیتک کردن، یا میاد یه پکتی رو میگیره توشو باز میکنه مادیفای میکنه میبنده دوباره ارسال میکنه، یا پکت های حالا دینال آف سرویس جلوی ارسال بسته رو میگیره، یا اینکه پکت فلاد میکنه انقدر که پکت های اصلی نرسن، یا خودشو جایی که دیگه جا میزنه. همه اینها روش های اینتروسیوه، طرف اکتیولی وارد بازی شده. این اسامی جاهای مختلف ممکنه شما برید نسخه دیگه شو ببینید، مثلا دینال آف سرویس و بعضی اینتراپشن هم میگن، ولی این دیگه من نمیدونم چرا تو کتاب اینو مینویسه، این دیگه اصلا محجور شده، این الان فقط دینال آف سرویس شما احتمالا شد داستو شنیدید. سناریوی حمله مطابق کتابتان این هاست، اگر فلوی نرمال از سورس به دستینیشن این بگیریم، تو حمله اینتراپشن شون طرف دشمن سعی میکنه که جلوی این ارسال رو بگیره و اینجا این دیسکانکت میکنه، حالا با هر روشی، یا انقدر سر طرف رو شلوغ میکنه که نتونه این پکت رو پروسس کنه، یا اینکه کانال اصلا روتر رو به دست گرفته پکت رو دراپ میکنه. در مورد این یه خورده من با آقای استالین مشکل دارم، این دوتا واقعا در دنیای واقعی این نیست اسمش، اینی که شما داره پکت میره یه نسخهشو میگیری شنود میکنی، توی ترمینولوژی استالین بهش میگه اینترسپشن، ولی ما بهش میگیم ایوز دراپینگ، شنود. خب این یکی که پکت رو میگیره مادیفای میکنه و میفرسته بره، این زده حمله مادیفیکیشن، ما اتفاقا تو دنیای واقعی به این میگیم اینترسپشن، ولی شما با این ترمینولوژی فعلا جلو برید. فابریکیشن، فابریکیت یعنی چیزی رو ساختن،
تو این مورد یعنی یه چیزی رو اتکر از یه چیز جای پکت جعلی، یه چیزی که وجود نداشته رو درست میکنه میفرسته. فابریکیت کردن نسسرلی اینجوری نیست که طرف از اسکرچ این کار رو بکنه. ممکنه یه پکیجی که ولید بوده یه تراکنش بانکی در نظر بگیرید، گفته 1000 تومان از این به این بده، 1000 تومان هم که خب بیشتر کنی مثل 1 میلیارد تومان که جالب بشه. این پکیج رو طرف میگیره، گیرنده فردا دوباره حمله تحویل بانک میده که 1 میلیارد دیگه به حسابش منتقل بشه. این پکیج دومی وجود خارجی نداشته. ما اگه در مقابل ریپلی اتک پروتکت نکنیم خودمون رو، ممکنه این حمله رو بخوریم و 1 میلیارد دیگه متضرر بشیم اگه پول داشته باشیم. اینترسپشن که حالا با چیز آقای استالینگ، ترمینولوژی آقای استالینگ، همون ایزدراپینگ ماست، یه همچین شمایی داره. باب داره کامیونیکیت میکنه به آلیس، این یه نسخهش رو میگیره و سعی میکنه اگر پلین اگر انکریپت نشده باشه سعی میکنه که کانتنتش رو بفهمه. اگر انکریپت شده باشه میتونه با مثلا روش بروت فورسینگ چک کردن تمام دونه دونه کلیدای پاسیبل سعی کنه که بازش کنه. ها این نمونهشو برای شما دمو هم میکنیم. خیلی سخته جلو این حمله رو بتونیم بگیریم، تقریبا ایمپاسیبله، مگه اینکه بریم از این فناوری جدید کوانتوم استفاده کنیم که ما با اون بخشش کار نداریم. حالا کسی علاقه من بود به اون پروژه پایان ترمش میتونه برداره. توی این داستان یه اسم جالبی وجود داره. ما آدم بعدی داستان رو اغلب ایم، یعنی همه تقریبا کانتکست امنیت، آلیس و باب هم که دارن با هم مکالمه سالم میکنن، یه کسی به نام ایو هم هست که میخواد حالا این کامیونیکیشن رو مختل کنه یا اینکه دیکریپت کنه. دارت هم میگن ادورسری و اتکر، که خب هر دوش معنی دشمن و حمله کننده میده. دارت و ایو دو تا اسم دارت تقریبا از هر 100 باری که استفاده میشه توی مقالات و چیز یک بار شما شاید این اسمو ببینید. من جای دیگه جز کتابستانی تقریبا میشه گفت ندیدم. ایو هم داستانش که میدونید اما اوه، اونم به خاطر اینجا آدم بدش کردن که مسیحیات اگه یلا بایبل رو نگاه کنین میگن، تو بایبل میگه که این حوا بوده که اومده آدمو گول زده که سیب بخوره، اگر نه خودش نمیخواسته بخوره. و بعد شی استارتد، یعنی این وقتی که گندش در اومد انداخت گردن این. ولی واقعیت اینه که جالبه که قرآن تو این مورد کاملا فیر میگه، دوتایی با هم خوردن. برای همینه که توی کانتکست علمی اونا ایو شده آدم بعد داستان. توی ترافیک انالیسیس گفتیم که فقط با ابزرویشن ترافیک دشمن سعی میکنه که اطلاعات اینفر کنه، یعنی سعی کنه مثلا لوکیشن یا چیزی شبیه اونو از مسیر ترافیک در بیاره. توی انترابشن هم گفتیم جلوی مسیر اصلی گرفته میشه و بعد حالا میتونه این با استفاده از یه فلادینگ انجام بشه یا اینکه با استفاده از یه روتر ملیشس یا چیزی شبیه به اون باشه. توی فابریکیشن هم که گفتیم یه پکت جعل میشه، حالا میتونه ریپلی یه پکت قبلی باشه یا اینکه اصلا پکتی باشه که خودش ساخته. برای که نظریم این اتفاق بیفته چند تا تکنیک توی ادامه درس یاد میگیرید که از جملهش مثلا گذاشتن یه سیکونس نمبر توی پکت تاست که شمار اگه همون شماره دوباره تکرار بشه خب گیرنده خواهد فهمید، ولی اینکه اون شماره چجور ازش پروتکت بکنیم باز نیازمند اون سرویس های پای امنیتی که توضیح دادیم، مودیفای کردن هم که گفتیم. خب دو تا مدل رو من در انتهای درس بهتون بگم. آقای استالینگز میاد میگه که ما یه مدل سکیور کامیونیکیشن و یه سکیور اکسس کنترل در واسه دسترسی به مخابره امن و دسترسی به داده به صورت امن ارائه کرده. گفته ما یه دونه سورس داریم، یه دستینیشن، و روی کانال ناامن میخوام با همدیگه مکالمه کنیم. کانال ناامن همون اینترنت هست. میگه خب اگر میخوای روی کانال ناامن بفرستی داده تو، پس بیا اینو این رمزش کن و بعد بفرست روی این. این یعنی این که شما اگه خواهید رمز کنید یه پسورد چیزی لازم دارید، مثلا فایلتون زیپ میکنید پسورد میذارید، پسورد لازم دارید.
پس یه چیزی مثل پسورد لازم دارید برای این کار، که این پسورد باید گیرنده هم داشته باشه دیگه، که بتونه بازش کنه، دیکریپتش کنه یا رمزگشاییش کنه یا حالا آنزیپش کنه با اون پسورد فرض کنید. خب چطوری وقتی توی یه مکالمه اینترنتی دو طرف همدیگه رو نمیبینند؟ ممکنه مثلا طرف یه وبسایتی باشه که شما اولین بار داری بهش مراجعه میکنی، چجوری کلید یا پسورد بین همدیگه به اشتراک میذارین؟ نرفتین که قرارداد امضا کنین بعد تلفنی با هم چک کنین پسورد؟ که یه مکانیزمی لازمه که یه کلیدی رو به این دو نفر بده که واحد باشه، یه پسوردی بده که واحد باشه. اون شخص اسمش رو میذاریم شخص ثالث قابل اعتماد، تراستد ترد پارتی، که وظیفش تو اینترنت همینه، یعنی یک کلید بین این دوتا به اشتراک بگذاره که اینا بتونن این سکیور کامیونیکیشن اوور این سکیور چنل انجام بدن. درست شد؟ این مدل امنیتی برای سکیور کامیونیکیشنه، ولی همه مشکلات ما رو هم حل نمیکنه. مثلا مشکلات ناشی از ترافیک انالیسیس ما رو حل نمیکنه. این داده تا اگه اینکریپت شده رو این کانال، این کانال حالا شکلش اینجوری شبیه تونله ولی از مسیرهای مختلف میره دیگه، حتی اگه اینکریپت شده باشه مسیرش که میتونیم ببینیم. برای همین این مدل به همه داستان مشکلات ما رو از نظر امنیتی حل نمیکنه. یه چیز دیگه ای که داده مدل دسترسی امن به داده یا سیستمه، گفته اوکی ما اون استامون شامل دیتا است، پروسسور، سافتویر، هر چیزی، این یه اینفورمیشن سیستمیه که یه سری یوزر میخوان ازش استفاده کنن. حالا یوزرها یا لجیتیمت یا الیجیتیمت. الیجیتیمت ها مثل کرکر و وایروس و ورم، و لجیتیمت ها مثل همون یوزر عادی که میخواد لاگینشو بکنه به فایلش دست پیدا کنه. ما یه گیت کیپری میذاریم که دقیقا مثل دروازه‌بان هست، که جلوی استفاده یا اکسس افراد غیر مجاز رو به اینها بگیره. مکانیزمی که چجوری این اکسس رو انفورس میکنه با همون روش های اکسس کنترله. اغلب خودش تنهایی به کار نمیره، یعنی ما قبل از اینکه اکسس کنترل بکنیم باید آتنتیکیشن بکنیم که بفهمیم این یوزر خودش هست، و بعد میریم از یه لیستی نگاه میکنیم این چه سطح دسترسی داره و بعد به اون ریسورس ها اجازه دسترسی میدیم. این اتفاقی که میفته تو مدل اول کامیونیکیشن که دیدین، ما یک پس دیدیم لازمه که یه روش تولید پیام رمز شده داشته باشیم، یعنی یه باکسی که توش یه پسورد بیاد، مسیج ما بیاد، از توش یه چیز رمز شده خارج بشه، و همچنین یه دونه شخص ثالث قابل اعتمادی رو لازم داریم که این داستان کلید مشترک بین فرستنده گیرنده رو حل کنه. توی مبحث دوم اون قسمت دیتا اکسس مدل ما به بحث authorization و access control اشاره کردیم. تو این درس ما میایم اینها رو باز میکنیم به طور ریز، به خصوص اون قسمت نخست رو، یعنی مدل secure communication. این داستانی بود که ما میخواستیم این جلسه به شما بگیم. کسی سوالی داره؟ همه چی مفهوم بود؟ خب